اگه فقط بتونی یک کلمه ازم یاد بگیری، اون یک کلمه اسمش توجهه. چیزی که تمام ابعاد زندگیت رو میتونه تحول بزرگی بده، از جمله رابطه، کسب و کارت، زندگیت و خیلی چیزهای دیگه. با ما باشین در قسمت دیگه ای از برنامه های یوتیوبی ما تا بتونیم با هم راجع به توجه صحبت بکنیم، چیزی که کمبودش زندگی ازمون میگیره و چیزی که بودش زندگی رو بهمون هدیه میده. فرض کنید یک جوانی میخواد کارشو شروع بکنه، خب اصلا نمیدونه از کجا شروع بکنه، به چی علاقه داره. خب باید توجه کنه به دور و برش، ببینه چه چیزهایی هست که بتونه از اونها وام بگیره. فرض کنید اون جوان بعد از یک توجهی فهمید که به چی علاقه داره، حالا میخواد یاد بگیره که تو اون زمینه چطوری باید پیشرفت بکنه، به توجه کنه به الگوهای موفق اون رشته تا بتونه ازشون یاد بگیره. فرض کنید اون جوان الگوگیریش رو انجام داد، داره پیش میره، شکست میخوره مثل همه ما، ناکامی هایی براش پیش میاد و حالا باید توجه کنه به موقعیت اطرافش، ببینه کجای کارش میلنگه و کدوم بخش رو رعایت نمی کنه تا بتونه اصلاحات جدیدی در زمینه کارش انجام بده. همه اینا در رابطه با روابطمون با آدم ها هم صدق میکنه. یعنی اگر شما نتونید توجه کنید به آدم ها، نمیتونید بفهمید کدومشون رو بیشتر دوست داری، نمیتونید بفهمید کدومشون امنن، نمیتونید بفهمید چه نیازی دارن. و برای همینه که خیلی از ما در زندگیمون خیلی زحمت میکشیم، خیلی بدو بدو میکنیم، ولی در کسب و کار یا در رابطه‌مون موفق نیستیم، چون توجهامون خیلی عمیق نیست. بریم راجع به کسب و کار با هم صحبت بکنیم. شما وقتی به الگود نگاه کنی، اگر یکم بهش توجه کنی، میبینی چقدر کت قشنگی تنشه، میدوی میری بوتیک محله یه کت شلوار خیلی شیک برمیداری، میگی این باعث موفقیت من. ولی اگر چند ساعت به الگود نگاه بکنی، میفهمی که نه، ایشون خیلی آدم زحمت کشیه، بنابراین خیلی زیاد کار میکنی. اما اگر چند روز به الگود نگاه بکنی، میفهمی که او چه ثباتی داره، چه پشتکاری داره، چه سوادی داره. اگر چند ماه بهش نگاه بکنی، میفهمی که چقدر کتاب میخونه، چقدر خوب به آدم ها گوش میکنه. برای همینه که همه آدم ها در قبال این که دعوت میشن به توجه، میگه من توجه میکنم. آره میدونم توجه میکنی، اما اینکه به کجا توجه میکنی، چقدر توجه میکنی و با چه کیفیتی توجه میکنی، اینا از خود توجه کردن اهمیتش بیشتره. قول بهتون میدم بزرگترین مشکلات کسب و کار شما کاملا ارتباط داره به کمبود توجه شما. بعضی وقتا کمبود توجه در کسب و کار مخصوصا به عوامل روانی ارتباط داره. مثلا غرور خیلی زیاد باعث میشه که تو به آدمهای موفق کسب و کار توجه نکنی. میگی من خودم همه چیو میدونم و همه بعد منن و همه ضعیفتر از منن. خیلی وقتا نگرش منفی نسبت به دیگران باعث کمبود توجه میشه. یعنی میگی به این نگاه کنم، این که اصلا هیچی نیست، این که اصلا خودش زاوراست، این که اصلا خودش بدبخت دنیاست. پس نگرش منفی باعث میشه که توجه ما ناقص بشه. البته همتون بهتر از من میدونید که خیلی وقتا مشکلات کمبود توجه ارتباط جدی داره با یک اختلال روانی به نام کمبود توجه و بیشفعالی. ولی به غیر از اونم خیلی از افکار ما هستن که در زندگی ما جلوگیری میکنن از اینکه ما به جای درست توجه بکنیم و درست توجه بکنیم. یکم بریم مثالهای ارتباطی بزنیم. توی رابطه خیلی وقتا اینو از بعضی از همسران شنیدم که اون حتی نمیدونست که من چی دوست دارم که برای تولدم بگیره. داره از چی گلایه میکنه؟ داره از کمبود توجه گلایه میکنه. میگه اون اصلا نیازهای منو نمیبینه، به من توجه نمیکنه که نیازهای منو نمیبینه. اون متوجه نیستش که
بچه یا بچه ها وقتی برای من نگذاشتن. باز دوباره کلمه توجه تکرار شد. بسیاری از مشکلات بین زوجین به کمبود توجه ارتباط داره. یکی یا هر جفتشون متوجه شرایط، نیازها، کمبودها و حتی بعضی وقتا امکانات طرف مقابل نیست. در بعضی از روابط زناشویی یا حتی ارتباطات اجتماعی آدم ها رابطه رو ترک میکنن چون احساسشون، برداشتشون اینه که طرف مقابل نقاط قوت، خصوصیت‌های مثبت و فضیلت‌ها و اخلاق خوب اون طرف رو نمی‌بینه. برمیگرده میگه که من دیگه تمایل ندارم به این رابطه به خاطر اینکه اون هیچ وقت نفهمید که من چقدر آدم با پشت کاری هستم. اون هیچ وقت نفهمید که من چقدر دوستش دارم. اون هیچ وقت نفهمید که من چقدر تو زندگیم برای تخصصم زحمت کشیدم. اون هیچ وقت نفهمید که من رشتم، شغلم، کارم برام از همه چیز مهمتره. نگاه کنید، باز هم آدم ها به خاطر کمبود توجه طرف مقابلشون ممکنه به هم بریزن. خب، حالا که داره جا میفته که توجه چقدر اهمیت داره، چند ثانیه مکس کنید قبل از اینکه من بهتون بگم چه تمارینی برای افزایش توجه خیلی ساده و سریع میتونه به شما کمک بکنه. به این فکر کنید که مشکلات اخیرتون رو به کمبود توجهتون ببینید میتونید ارتباط بدین یا خیر. چند ثانیه من صبر میکنم تا شما بتونید به یکی از بزرگترین مشکلات زندگیتون نگاه بکنید. ببینید اگه یکی از علتهای این مشکل به خاطر کمبود توجهه، چطوری میتونید تبیینش کنید، چطوری میتونید تعریفش کنید. مثلا شاید شما اخیراً با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستین و یکی از علتاش میتونه کمبود توجه شما به دوستان و همراهان و شرکای خوبتون باشه که همیشه به شما گفتن که اگه مشکل مالی داشتی به من بگو. میشه کمبود توجه برای رفع مشکل نقدینگی. تونستین فکر کنید؟ تونستین چیزی پیدا کنید؟ یکم سخته. اگه نتونستین حق دارین. بیاین اول خیلی کوتاه و سریع راجع به روش‌های افزایش توجه با هم صحبت بکنیم، بعدش اون وقت دوباره به سوالی که مطرح کردم فکر کنید. بچه‌ها ببینید، مهمترین مسئله‌ای که میتونه به افزایش توجه کمک بکنه اینه که بتونیم روی زمینه‌هایی که دور و برمون هست، حتی به صورت تمرینی با اینکه اهمیتشون کم هستش، توجهمون رو دقیق‌تر کنیم. یعنی اینکه مثلا یه نقاشی شما داری میبینی، شاید جزء تخصصت هم نیست، به جای اینکه نگاه سرسری بکنی یه آدمک توش ببینی، ببینی که این آدمک از چه رنگ‌هایی تشکیل شده، چرا این شکلیه، چه هیجانی رو داره نشون میده و نقاش با کشیدن این آدمک دنبال چی هستش. بیشتر آدما وقتی که از جلوی تابلو رد میشن خیلی ساده و خیلی وقتا ساده لوحانه بهش نگاه میکنن و یا اینطوری میکنن رد میشن. شاید شما از کنار یه طبیعت یا توی پارکی رد میشین که بتونید تمرین توجه انجام بدین. نگاه بکنید ببینید حدوداً چند تا درخته، ببینید چه درخت‌هایی این طبیعت رو تشکیل داده. نگاه بکنید ببینید کنار درخت‌ها آیا بوته‌های کوچیک سبز دیگه‌ای هم هست، آیا اونجا گل هم کاشته شده، ما بین درخت‌ها آیا سنگریزه است که آسفالته، ما بین اون بوته هایی که لابلای درخت ها هستش آیا فضای خالی وجود داره یا اینها پر از سبزی و پر از زیبایی هن. وقتی که درخت ها رو ادامه میدی چقدر باید سرتو ببری بالا تا بتونی آسمون رو پیدا بکنی. اگر میخواستی همین طبیعت رو نقاشی بکشی آیا میتونستی آبی آسمون رو بالای درخت ها تجسم بکنی؟ این شد تمرین اول. حالا توی جلسه نشستی با همین تمرین اول میخوای بری جلو، 5 نفر جلوت نشستن، یه نگاه میکنی ببینی چند نفر کچلواری هم، کدوم آدم ها توجه مثبت دارن و کدوم آدم ها با نگرش منفی دارن به تو نگاه میکنن، کدوم آدم ها دارن یادداشت میکنن و کدوم آدم ها نسبتاً بیتفاوت هستن. بریم سراغ تمرین دوم. یکی از بزرگترین موانع کمبود توجه اینه که آدم ها وقتی در حالت ابهام قرار میگیرن فکری میشن و نمیتونن توجهشون رو به پیرامونشون بدن.
برای همین نشخوار فکری و نگرانی از بزرگترین موانع اتنشن و توجه هستش. شما وقتی که خیلی فکر میکنی احتمالا خیلی کم توجه میکنی، چون فکر کردن خودش یک روش به دست آوردن اطلاعات جدیده. سیستم عصبی ما یا با چشمش و گوشش و بینیش مشغول جمع‌آوری اطلاعاته، یا داره با فکر کردن اطلاعات رو کنار هم میگذاره. کار دشواریه که هم فکر کنم هم مشاهده کنم، احتمالا جفتش با هم نشه. پس جدا کردن مشاهده و فکر کردن، مشاهده یعنی با کمک حواس پنجگانه گرفتن اطلاعات و درک کردن اونها. اگر که تا جایی که میشه با دور شدن از تفکر همراه بشه و تمایز بین این دوتا رو تمرین بکنیم، تمرین توجه کردیم. اینجور موقع ها من تلاش میکنم توی جلسه‌ای که هستم ببینم بیشتر دارم به آدم‌هایی که هستن گوش میکنم یا بیشتر درگیر فکرامم، یاد کارهای فردام میفتم یا دارم این آدم‌ها رو بیشتر قضاوت میکنم. قضاوت، پیشبینی، ارزیابی، اینها همه شبیه فکر کردنه. ولی اینکه آدم‌ها تو جلسه شروع میکنن به نوشتن نیازمند این اطلاعاته که تو چی میگی. پس اگر کسی در جلسه داره صحبت‌های تو رو می‌نویسه، احتمالاً مشغول مشاهده و توجه کردن به تو هم هست. از روی تخته می‌نویسه، مشغول توجه کردن و فکر کردن به تو هم هست. بیشتر اوقات مانع تفکر میاد ما رو از مسیر توجه بر می‌داره، می‌بره. برای همینه که افرادی که درگیر اختلالاتی مثل افسردگی یا اضطراب میشن، بیشتر از این که بتونن به پیرامون خودشون توجه بکنن، امکانات رو ببینن، دلشون بازی یا لذت بخواد، دلشون غذا یا یک هدف بخواد، بیشتر لابلای افکارشون گیر میکنن و یه جورای انگیزه زندگی کردن رو از دست میدن. برای همینه که کودکا احتمال افسردگیشون خیلی کمه، چون میزان تفکرشون خیلی کمه. اونها میدونن بیرون توی کوچه بازی میکنن، دوچرخه سواری میکنن، میخورن زمین، ولی شاید بعد از خوردن زمینشون کمترین سرزنش و فکر کردن راجع به خودشون داشته باشن. اما ما بزرگترها اینجور موقع ها بیشتر از این که بخوایم ببینیم چی شد، چقدر درد کشیدم، کجای زانوم زخم شده، بیشتر فکر میکنیم که چقدر بیورزه ایم. و بعد همون مسئله باعث میشه که از طبیعت دوروبرمون وقتی که داریم دوچرخه سواری میکنیم لذت نبریم و بیشترش به این فکر میکنیم که چقدر من عقب افتادم، چقدر این دوچرخش بده، شانس منو نگاه بکن، عجب دوچرخه ای افتاد به ما، بقیه خیلی خوب پا میزنن، اون یکی چقدر لباسش قشنگه. بعد اون وقت تو اومده بودی تو دل طبیعت دوچرخه سواری بکنی که از طبیعت لذت ببری. میبینی تو روی زین خشک و خسته کننده با فکرات دوتای مشغول چای نوشیدنی. پس با اینکه تو وسط طبیعتی، اما بازم توجه ممکن نشد. آخرین موردی که دوست دارم در این برنامه بهتون یاد بدم، مدیتیشن های زازنه که در واقع تو تلاش میکنی با دم و بازدم خودت رو در یک موقعیت نسبتا ثابتی نگه داری و اون حالت ثبات که بعضا خسته کننده میشه رو تجربه بکنی. اول با این شروع بکنید. وقتی که چند روز این مدیتیشن رو انجام دادین که فقط 10 دقیقه مثلا به صورت مدیتیشن نشستین و تلاش کردین که ثبات داشته باشین، همینجا بشینین، با اینکه پاتون، دستتون خسته شده، گردنتون، به جای اینکه خودتون رو تکون بدین تا خستگیتون برطرف بشه، شما چیکار میکنین؟ همونجا میمونید. بعد از اینکه تونستین 10 روز این مدیتیشن 10 دقیقه‌ای رو انجام بدین، حالا یواش یواش وقت این میرسه که ورود بکنید به یک مدیتیشن سخت‌تر. همین که 10 دقیقه اینجا نشستین، باید تلاش بکنید به دریای روبروتون، به تابلوی نقاشی روبروتون یا به عکسی که روبروتون هستش، تو این 10 دقیقه به کوچکترین جزئیاتش توجه بکنید بدون اینکه راجع به اون فکر بکنید. تمرین بسیار سختیه. بعضی از شماها با اینکه خیلی کارهای سختی تو زندگیتون انجام دادین، مطمئنم که نمیتونید این تمرین رو انجام بدین، چون توجه رو نگه داشتن که اصطلاحاً همون تمرکزه، یک روندیه که سیستم عصبی ما خیلی با اون همراه نیست و ازش خوشش نمیاد و فکر کردن زیاد، قضاوت زیاد، نگرش داشتن،
تفکر کردن، ارزیابی کردن، مقایسه کردن یکی از مهمترین موضوعاتیه که سیستم توجه ما رو به شدت بهش آسیب میزنه. حالا شما این مدیتیشن ها رو انجام بدین، سوالاتتون رو با من مطرح بکنین تا من تو قسمت بعدی به سوالات شما در رابطه با توجه پاسخگو باشم. فعلا خدا نگهدار. ممنونیم از اینکه با حمایت از این صفحه به ما کمک میکنید تا با تولید محتوای درست بیشتر کنارتون باشیم.